سلام دوستان، من علی هستم و توی این ویدیو قراره توی باغ دولت آباد یزد با هم قدم بزنیم. همین ابتدا بگم آخر ویدیو براتون یه کنسرت سنتی دلچسب و رایگان قرار دادم، پس حتما ویدیو رو تا آخر ببینید و لذتشو ببرید. باغ دولت آباد از باغای قدیمی شهر یزده که توی ردیف آثار ملی ایران قرار گرفته و همچنین یکی از 9 باغ ایرانی ثبت شده توی میراث جهانی یونسکوه. عمارت بادگیر این باغ با ارتفاع 33.8 متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده توی جهانه. این باغ توی سال 1160 هجری قمری توی دوره زندیه بنا شده و یکی از بنیادها و آبادانی‌های محمد تقی‌خان مشهور به خان بزرگ، سرسلسله خاندان خوانین یزد و معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند بوده. این باغ از دو بخش کلی اندرونی و بیرونی یا جلوخان تشکیل شده که قسمت بیرونیش رو دیدین و الان داریم به قسمت درونیش وارد میشیم. دولت آباد از دیدگاه گونه شناسی عمل کردی باغ سکونتگاه حکومتیه، به نحوی که باغ بیرونی محل انجام تشریفات حکومتی، مراسم ورزشی و اداره امور شهر بوده و باغ اندرونی یا داخلی بخش خصوصی و اقامتگاهی مجموعه به شمار می‌رفته. توی باغای سکونتگاهی حکومتی بخش اندرونی رو از سایر بخشا کاملا متمایز میکردن و حتی دربون مخصوص واسه نظارت بر اون تعیین میکردن. بخش اندرونی یا داخلی محل سکونت حاکم و خانوادش میشده که شامل ساختمونای هشتی یا بادگیر تابستونه، حرمسرا، بهشتاین، مطبخ، برج دیدبانی، آبنبار خصوصی و استبل تابستانه و زمستانه بوده. اطراف باغ دولت آباد توسط دیوار بلند خشتی که دارای یک برج دیدبانی بوده احاطه شده که آخر ویدیو خواهید دید. بخش بیرونی محل استقرار کاروانها، همچنین رسیدگی به امور حکومتی و شامل ساختمانهای جلوخان و سردر، تالار آینه، عمارت تهرانی، دو تا بازارچه و آبانبار عمومی بود که البته بخشای از این باغ در حال حاضر در دست مرمت و بازسازی و برخی تغییرات بودن و نتونستم براتون از اون بخشا فیلم بگیرم. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید و از این همه زیبایی باغ و کنسرت سنتی آخر ویدیو لذت ببرید. راستی حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا یوتیوب ویدیوهای بعدی رو هم به شما نشون بده. ممنون که از کانال خودتون حمایت میکنید. بیشتر از این صحبت نمیکنم تا از قدم زدن توی این باغ زیبا لذت ببرید. من جان دارم.
من دست نخواهم مرد الا به سر زلفت گر دسترسی باشد یک روز
Shana.